در این درس قرار صحبت کنیم در مورد پروفایل کاربر. پروفایل کاربر در واقع مجموعه از تنظیمات کاربر که جنبه شخصی و خصوصی داره رو بهش میگن پروفایل کاربر. این پروفایل در واقع شامل دسکتاپ، استارت منیو، مای داکیومنت، میوزیک، ویدیو، پیکچر، در واقع من اینجا نشونتون بدم که ما وارد مای کامپیوتر درایو سی در قسمت یوزرز اینجا تمام یوزرهای این کامپیوتر رو که ساخته شده برای این کامپیوتر رو مشاهده میکنیم. که الان ما یوزر فاطمه رو داریم، یوزر مینا رو هم داریم که برای این کامپیوتر ساخته شده. خب توی قسمت تو پوشه یوزرز ما پروفایل تمام کاربرها رو مشاهده میکنیم. الان من با کاربر فاطمه لاگین کردم، پروفایل کاربر فاطمه در اینجا قرار گرفته. من واردش بشم، این پروفایلشه که پروفایل شامل کانتکت، شامل دسکتاپ، شامل دانلود، فیوریت، لینک، مای داکیومنت، مای میوزیک، پیکچر، ویدیو، گیم ها، سرچ ها، اینها در واقع اینا رو میگن پروفایل کاربر. پروفایل کاربر فاطمه که این پروفایل کاربرها با هم متفاوت هستن. مثلا پروفایل کاربر فاطمه با پروفایل کاربر مینا متفاوته. یعنی هرچی مثلا فاطمه بیاد توی پیکچرش ذخیره کنه، توی ویدیویش ذخیره کنه، اینها مختص به خودش میشه و هیچ گونه ارتباطی با کاربر مینا نداره. مثلا اگر روی دسکتاپش یک چیزی قرار بده، کاربر مینا نمیتونه از اون استفاده کنه. مثلا اینجا سایت، الان دقت کنیم، ما یه تکستی داریم اینجا، اگر با کاربر مینا لاگین کنیم این تکست رو روی دسکتاپ مینا نمیتونیم مشاهده کنیم. پس ببینید پروفایل کاربر به این معنا هستش، یک جنبه شخصی داره، یعنی که این تنظیمات مختص به خود کاربر هستش و جدای از کاربران دیگه هستش که خواسته باشن از این تنظیمات استفاده کنن. کاربر فاطمه کاربر مدیر هستش. الان من خواسته باشم اینجا میخوام اطلاعات مینا رو ببینم، آیا میتونم ببینمش؟ ببینید میتونم ببینم. چرا؟ بخاطر اینکه کاربر فاطمه یک کاربر مدیر هستش. من این رو به شما نشون بدم، منیج وارد کامپیوتر منیجمنت بشم، ببینید که کاربر فاطمه عضو گروه ادمینستریتور هستش. دقت کنید من وارد یوزرز بشم، از اینجا وارد ممبر آف بشم، ببین عضو گروه ادمینستریتورز هستش، پس مدیر ادمین هستش. اما یوزر مینا فقط عضو گروه یوزرز هستش. یعنی اگه ما با کاربر مینا لاگین کنیم و خواسته باشیم از وارد پوشه یوزرز بشیم و پروفایل کاربر فاطمه رو ببینیم، نمیتونیم. بخاطر اینکه ما ادمین نیستیم که خواسته باشیم وارد فاطمه بشیم و اینها رو مثلا بعد وارد دسکتاپش بشیم و پروفایلش رو ببینیم. پس ببینید فقط ادمین میتونه، فقط مدیر سیستم میتونه پروفایل سایر کاربران رو ببینه، اما یه کاربر عادی فقط میتونه پروفایل خودش رو ببینه. یعنی مثلا با یوزر مینا لاگین کنید، فقط یوزر مینا میتونه وارد خودش بشه، وارد قسمت های دیگه نمیتونه بشه. پس پروفایل کاربر شامل این هستش که گفتیم جدای از هم هستن، هیچ گونه ارتباطی با هم نداره، جنبه شخصی داره که شامل این قسمت هم هستش. اما پروفایل کاربر وقتی کاربر لاگین میکنه، پروفایلش در واقع وقتی که یک کاربر به ویندوز عمل لاگین رو انجام میده، برای اون کاربر یک پروفایلی بر اساس نامش بر روی کامپیوتر ایجاد میشه. یعنی الان ما با یوزر فاطمه اینجا لاگین کردیم، یک پروفایل الان جا دقت کنین وجود داره. بعد تغییراتی در این ویندوز انجام میگیره، مثلا من اینجا بیام یک بالفرض مثلا یک بیت مپی اینجا ایجاد کنم، بعد وقتی که تمام تنظیماتم رو انجام دادم و خواسته باشم لاگ آف کنم، این تنظیمات در پروفایل ذخیره میشه. پس اینجور بگم که با عمل لاگین کردن پروفایل لود میشه و با عمل لاگ آف کردن هرچی بر روی ویندوز تنظیمات رو انجام دادی،
این تنظیمات در پروفایل ذخیره میشه. به این به خاطر این عملی که در واقع پروفایل داره، این پروفایل رو در واقع میگن لوکال یوزر پروفایل، به خاطر اینکه برای هر کاربر بر روی کامپیوتر به صورت مجزا انجام میگیره. اینو بهش میگن لوکال یوزر پروفایل، یعنی مختص به همین کامپیوتر هستش و در واقع جدا این برای این کامپیوتر در این پروفایل صورت میگیره، میشه میگن لوکال یوزر پروفایل. این در واقع مثلا کامپیوتر مرتبط نیست با کامپیوتر دیگه یا مثلا با کامپیوترهای دیگه ربطی نداره، برای همین کامپیوتر داره پروفایل انجام میگیره، داره لود میشه، داره پروفایل کاربر ذخیره میشه، بهش میگن لوکال یوزر پروفایل. و بیشتر توضیح خواسته باشم بدم، دلیل این نامگذاری این هستش که پروفایل فوق برای این کامپیوتر ایجاد شده که کاربر به اون کامپیوتر لاگین کرده، بنابراین به صورت محلی برای همون کامپیوتر ساخته میشه. این در واقع به صورت محلی، به صورت لوکال برای همین کامپیوتر ساخته میشه این پروفایل، به خاطر همین بهش میگن لوکال یوزر پروفایل. خب پس تا اینجا صحبت کردیم در مورد پروفایل کاربر که شامل چی هستش، مجزایی از هم هستن و بهش میگن هم لوکال یوزر پروفایل. اما صحبت کنیم در مورد یک فایلی به نام ntuser.dat file. من اینجا اینو تایپش کنم، ntuser.dat file that با پسوند دت هستش. خب این چی هستش؟ ببینید این فایلیه که هر کاربر این رو داره، یعنی الان کاربر فاطمه این فایل رو داره، کاربر مینا هم این فایل رو داره، اما این فایل مخفیه، پنهانه. برای دیدنش باید وارد کنترل پنل بشیم و وارد فولدر آپشنز، از وارد تب ویو و این گزینه شو هیدن رو انتخاب کنید و دوتا گزینه هاید اکستنشن و هاید پروتکتور رو برمیداریم. البته اینها نیازی نیستن، فقط این شو هیدن رو که برداری اون فایل های مخفی دیده میشه. الان ما دوباره وارد یوزرز بشیم و الان دقت کنید، الان تمام فایل های مخفی پنهان شدن. وارد فولدر فاطمه بشم، نه فکر کنم باید، چرا اینها لازم بودن، وارد دوباره وارد تایپ ویو میشم، دو تا تیک اینها رو هم برمیدارم که که اون تمام اون انتی یوزر دات رو ببین. الان دقت کنید تمام این فایل های مخفی، تابل هایی که مخفی بودن دیگه کامل دیده میشه. خب من اجازه بدین، خب دقت کنید الان ما انتی یوزر دات رو اینجا مشاهده میکنیم. که من خواسته باشم این رو باز کنم، به هم یه خطایی میده. ببین حتی مدیر سیستم هم نمیتونه فایل انتی یوزر دات خودش رو ببینه، اما میتونه فایل انتی یوزر دات مینا رو ببینه. درسته؟ الان دقت کنم من اینجا اوپن کنم، میتونه فایل انتی یوزر دات رو، یوزر مینا رو ببینه، این یوزر مدیر، این فاطمه که مدیر هستش، اما قابل خواندن نیستش، واضح نیست که خواسته باشیم یک تغییراتی مثلا درش بدیم، قابل خواندن نیستش. یه نکته رو هم بگم که این فایل انتی یوزر دات که مربوط هستش به پروفایل کاربر، باید خیلی مواظبش باشیم که پاک نشه. خود همین مخفیش میکنن که اگه پاک دقیقه بذارت ناگهانی پاک نگه، بخواد اگه پاک شد یک مشکلاتی در پروفایل کاربر ایجاد میکنه. اما اگه خواسته باشیم مثلا یک سری تغییراتی رو درش ایجاد کنید و از طریق رجیستری اینها رو انجام بدید، من این رو نشونتون بدم. وارد رجدیت میشید، بعد از قسمت HQ User، از قسمت HQ User، از قسمت فایل اینجا HQ User رو انتخاب میکنید، بعد از قسمت فایل لود هایپ رو انتخاب میکنید، بعد از قسمت وارد پوشه یوزرز میشید و اون انتی یوزر دات
اون انتی یوزر، فایل انتی یوزر یه کاربر رو انتخاب میکنم. مثلا فرض کنیم کاربر مینا رو میخوام انتی یوزرش رو انتخاب کنم. خب الان دقت کنید، یه کی نیم میخواد. کی نیم همون نام یوزر هستش که یوزر ما مینا هستش. خب اوکی، الان دقت کنید کاربر مینا به من اینجا به این به قسم این قسمت اچ کی یوزر اضافه شد که وقتی بازش کنم شامل این تنظیمات هستش که میشه این پروفایل، اون پروفایل کار که کاربر که میتونید در واقع یک تغییراتی رو درش ایجاد کنه. مثلا کنترل پنل اینجا میتونید وارد دسکتاپش بشید و یک سری اینجا تنظیماتی رو درش ایجاد کنید. این کالر به این صورت هستش، به این صورت در واقع به طور کلی اینجا میتونید در پروفایل کاربر یک سری تغییر تنظیماتی رو در اینجا انجام بدید. خب این از در واقع از این طریق رجیستری میتونید تنظیمات رو انجام بدید. خب برای این که دوباره این یوزر مینا از این لیست خارج بشه، از قسمت فایل آپلود آنلود های رو یس میزنید. الان یوزر مینا برداشته شد. خب این از انتی یوزر دات که فایل مرتبط با پروفایل کاربر هستش. اما صحبت کنیم در مورد دو تا فولدر که یک فولدر دیفالت هستش که به صورت مخفیه که ما از طریق کنترل پنل اون چند تا گزینه رو که از این قسمت فولدر آپشن اون قسمت اون گزینه ها رو برداشتیم و یک گزینه رو انتخاب کردیم. این پوشه که این فولدر که به صورت مخفی هستش رو نشون دادیم این با استفاده از اونها. خب قرار در مورد این دوتا فولدر صحبت کنیم، فولدر دیفالت و فولدر پابلیک. خب صحبت کنیم در مورد فولدر دیفالت. فولدر دیفالت به این صورت هستش که هر کاربر جدیدی که ساخته میشه به این فایل، به این در واقع فولدر دیفالت مراجعه میکنه. خب به این فولدر مراجعه میکنه و تمام اطلاعاتی که این توی که توی این فایل هستش رو درون پروفایل خودش ذخیره میکنه. در واقع کاربر جدید از فایل دیفالت ساخته میشه. مثلا اگر در دسکتاپ فایل دیفالت برنامه هایی قرار بدیم، همین برنامه ها در دسکتاپ کاربر جدید هم دیده میشه. پس دقت کنید این فایل دیفالت مربوط هستش به کاربران جدید، نه کاربرانی که از قبل بر این کامپیوتر ساخته شدن. مربوط هستش به کاربران جدید. مثلا فرض کنید من الان بیام روی دسکتاپش یک چیزی رو مثلا ذخیره کنم، یه نیو فولدر سایت لرن. خب و داخلش تکستی قرار بدم به عنوان مثلا تست. خب الان من یک تکست اینجا قرار دادم، بعد داخلش مثلا بنویسم فور تست. خب سیوش کنم، بعد یه چیز دیگه هم قرار بدم اینجا داخل دسکتاپش، مثلا یه بیت مپی هم قرار بدم، یه چند تا بیت مپ قرار بدم اینجا. من چند تا بیت مپ قرار میدم داخلش. بعد الان اینجا سیو شده. خب بعد میام الان یه کاربری میخوام ایجاد کنم، یه کاربر جدیدی میخوام ایجاد کنم. وارد دیوایس منیجر، وارد بخش لوکال یوزر اند گروپ، قسمت یوزرها، بعد نیو یوزر فرض میکنم یوزر سارا. یوزر سارا یک پسوردی بهش اختصاص میدم. دوباره تکرارش میکنم. نیاز این فعلا به خاطر اینکه خواهیم کارمون سریع انجام بگیره نیازی نیست اینجا من پسورد رو دوباره عوض کنم. البته من این رو بگم، من تو این فیلم نمیخوام، تو اینجا نمیخوام پسورد رو عوض کنم، اما از شما عزیزان پیشنهاد میکنم که حتما در محیط کاریتون این گزینه رو انتخاب کنید به خاطر امنیت. اما به خاطر اینکه ما کارمون سریع تر پیش بره
بعضی از تنظیمات رو انجام نمیدیم به خاطر اینکه کارمون سریعتر انجام بگیره. خب پس من تیک این گذر نمیزنم که کارم سریعتر پیش بره. پسورد رو الان اینجا وارد کردم. خب بریم الان کاربر سارا ایجاد شد. ببین آیا دسکتاپش روی دسکتاپش چی قرار گرفته؟ باید یه نیو فولدر سایت لید و چند تا بیت مپ باید روش قرار گرفته باشه. خب یوزر سارا رو من اینجا واردش بشم. پسوردش رو هم بزنم. ببین الان کاربر جدید هست. ما هر تعداد کاربر جدید هم بسازیم باز دسکتاپشون همون شامل دسکتاپی هستش که من الان اونجا انجام در واقع تغییراتی رو درش انجام دادم در داخل فایل دیفالت. پس در واقع کاربر جدید از فایل دیفالت ساخته میشه. خب الان دقت کنید این دسکتاپ کاربر جدید هستش که من فولدر سایت لرن رو ایجاد کردم. یک تکستی هم با نام تست و داخلش هم فور تست هستش. خب پس دقت کنید این از کاربر جدید هستش با این دسکتاپش که ما تنظیمات در انجام دادیم در فایل دیفالت. خب پس ما در واقع ما نه تنها میتونیم در دسکتاپ فایل دیفالت تغییراتی رو انجام بدیم، همچنین میتونیم مثلا بیایم همچنین میتونم در میوزیکش، در پیکچرهاش، در مثلا دانلودهاش، داکیومنتهاش، حتی میتونم چیزهایی قرار بدم و برای کاربران جدید هم اعمال بشه، برای کاربران جدیدی که قرار ساخته بشن. این اگر الان دقت کنید من الان کاربر سارا ایجاد شد، اگه خواسته باشم دوباره بیام بعد از اینکه کاربر سارا ایجاد شد دوباره در داخل دیفالت تغییرات انجام بدم، این تغییرات به کاربر سارا اعمال نمیشه، چون که به خاطر اینکه کاربر سارا ساخته شد. بعد این تنظیمات قبل از ساخته شدن کاربر در واقع انجام بگیره و این تنظیمات وقتی که کاربر ساخته میشه بهش اعمال میشه. اما یک فایل دیگه داریم به نام پابلیک. اما صحبت کنیم در مورد پابلیک. ببینید پابلیک هم مثل دیفالت هستش، مثل فولدر دیفالت هستش، با این تفاوت که این قسمت مربوط هستش به کاربرانی که از قبل ساخته شدند. مثلا الان ما کاربرانی که از قبل ساختیم، اینجا من وارد بشم، وارد قسمت یوزرها بشم. الان ما کاربر فاطمه رو داریم، کاربر مینا رو داریم و کاربر سارا رو داریم، درسته؟ اگه من داخل اینجا تغییرات رو انجام بدم، این تنظیمات و این تغییرات اعمال میشه بر روی کاربرانی که از قبل ساخته شدن. دقت کردید؟ پس ببینید فولدر دیفالت مربوط هستش به کاربران جدید و فولدر پابلیک مربوط هستش به کاربرانی که از قبل ساخته شدن. خب من یک مثال بزنم. فرض کنم تو داکیومنت های رو ایجاد کنم. خب من یه تکست اینجا ایجاد کنم، بالفرض تکست T1، فرض میکنم T1 هستش. خب و داخلش هم می نویسم www.sitelearn.ir. خب این رو سیف میکنم و این باید داخل داکیومنت تمام یوزرهایی که از قبل ساخته شده باید قرار بگیره. پس ببینید اینجور بگم که این برای چه فایده داره. فرض کنید ما میخوایم یک برنامه ای رو، یک مثلا حالا همین داکیومنتی رو، ما به جای اینکه بیایم این همین داکیومنت رو برای تک تک کاربران به صورت جداگانه بیایم وارد کنیم، الان من فرض این داکیومنت رو به جای اینکه برای تک تک کاربران واردش کنیم و ایجادش کنیم، الان من روی کاربر فاطمه هستم، بعدم این رو ایجاد کنم، دوباره بیم لاگ آف کنم و وارد کاربر مینا بشم، همین رو دوباره ایجاد کنم، یا مثلا فرض کنید روی فلش قرار بدم دوباره وارد کاربر میناش کنم، دوباره وارد کاربر ساراش کنم، یا هر تعداد کاربر که خواست در این کامپیوتر داشته باشم خواسته باشم اینها رو هی تک تک اینها رو وارد کنم. خب این نمیشه اینجوری، اینجوری از زمان
و یه مقدار سردرگمی ایجاد میشه. خب به جای این کار ما میام از فولدر پابلیک استفاده میکنیم و خیلی راحت کاربرانی که از قبل ساخته شدن، ما هر چیزی که میخوام، تنها مربوط به داکیومنت ها نیست، تنها مربوط به دسکتاپ نیست، ما مثلا میوزیکی، پیکچری، ویدیویی، مثلا از قبل در کاربرانی که از قبل وجود دارن رو میتونیم به اینها اضافه کنیم. خب الان من داکیومنتی رو ایجاد کردم، بریم ببینیم وارد فاطمه. الان جا دقت کنید، اینجا داکیومنت فاطمه هستش. این تیوان الان قرار داره که واردش بشم. اینجا محتواش هم به همین صورت هستش. با کاربر مینا لاگین کنیم ببینیم آیا داکیومنتش به شامل این تکست هستش. با کاربر مینا لاگین کنیم و وارد داکیومنتش بشیم. اینجا داکیومنت، الان دقت کنید این تکست هم وجود داره با همین محتوا. خب وارد یوزر سارا هم بشیم که ببینیم آیا این تکست در داکیومنت یوزر سارا هم وجود داره یا خیلی. من پسوردش رو وارد کنم. خب پس ببینید عزیزان، این فولدر پابلیک به این معنا بود. الان دقت کنید اینجا هم این داکیومنت هم در یوزر فاطمه، یوزر سارا ایجاد شده. خب پس این هم مربوط هستش به فولدر پابلیک، که مربوط این فولدر پابلیک مربوط هستش به یوزرهایی که از قبل ساخته شده و ما میتونیم چیزی رو اضافه کنیم به یوزرهای از قبل ایجاد شده. اما برای اینکه یوزرهایی که قراره در آینده ایجاد بشن، قراره ساخته بشن، ما از فولدر دیفالت استفاده میکنیم که بتونیم مثلا شما خواسته باشین همین مثلا یک تکستی رو برای تمام کاربران آینده در مثلا شامل این تکست بشن، کاربران آینده خواسته باشین این تکست رو هم داشته باشن. خب این رو باید وارد فولدر دیفالت کنیم.